سلام و سلام به یک ویدیو یوتیوب دیگه از یوتیوب گلی تایم خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام از مامانم یه سری سوال بپرسم که توی اینستاگرامم از بچه ها پرسیده بودم. بعد همه سوالا جمع شدن اینجا، همه رو لیست کردم که این سوالا رو از مامانم بپرسم، چون خیلی ها همه کنجکاو بودن که نمیدونم. مامانم خیلی از سوالات تکراری بود، یعنی تمش یکی بود، مثلا مامانم چجوری با دوری من کنار اومد یا خیلی سوالای دیگه. بریم که با هم دیگه من این سوالا رو بخونم و مامانم جواب بده. بریم از عکس اول شروع کنیم. بیا، من از روی سوالا عکس گرفتم و میخوام حالا برای مامانم بخونم. میخوای از همین اولیه شروع کنیم که فکر کنم تم مشخصه نمیشه. وقتایی که دلشون تنگ میشه چجوری خودشون رو آروم میکنن، یا همون داستانه چجوری با دوری شما کنار میان، از این داستانه. منم سلام میکنم، خسته نباشین میگم به همه شما عزیزا. قطعا که دلتنگی داره، به هر حال دوری از فرزند دلتنگی میاره، اما چون میشینم و با خودم میگم خب اگر پیش من بود با شرایط کنونی ایران، به صورتی که الان خودمون داریم توی ایران میبینیم، قطعا نمیتونستم کنار بیام. پس بنابراین خودم رو قانع میکنم و خوشحالم از اینکه دوره و خوشحاله. زیبا. خب سوال بعدی. مامانه من کلن راحت گیره دیگه، کلن خیلی به خودش سخت نمیره، مثل خودمی راحت میگیری مادر دختر. خب سوال بعدی که خیلی تکرار میشد اینه که چجوری راضی شد بدون عروسی با برد زندگی کنی، چون مادر ایرانی تفکرش فرق داره میپرسم، یکی از بچه ها نوشته. و این داستانم کلی تکرار شده بود که نمیدونم چجوری کنار اومد که با برد همخونه بشی، اولین باری که بهش گفتی چه حسی داشت، کلن همش هلوهوش این بودش که کلن مامان من چجوری راضی شده بود. حالا اینم جواب بده. حقیقتا وقتی اولین بار بهم گفت، در ابتدا پیش خودم میخورده جا خوردم، ولی چون از قبل میدونستم که با برد دوسته پذیرفتم. منتها سعی کردم به خانواده، به اقوام، خواهر برادر نگم، کاری نداشته باشن به زندگی دخترم، چون من به عقیدش احترام میذاشتم. این بود که قانع شدم و از نظر خودم هیچ ایرادی نبود. کم کم با پدری صحبت کردم و با برادرش، و دیگه هیچ کدوم از بچه های خودمون مشکلی باهاش نداشتن، با هم خونه بودن. حالا کی به بابا گفتی؟ من تقریبا 3-4 هفته بعد از اینکه هم خونه شدی به بابا گفتم. به من گفته بودی که نگفتی که؟ بعدا گفتم بهش، چون میدونست دوستین، گفتم دیگه با هم همخونه شدن یا همخونه داشتی. خب کی بهش گفته بودی که ما دوست شدیم؟ اونو کی گفته بودی؟ اون رو دیر گفتم، اون رو یه چند ماهی بعد گفتم. خب خلاصا طول کشیده تا این پروسه به بار بشه. بریم سوال بعدی. نوشته لحظه مراسم عروسی چه احساسی داشتن؟ خب به هر حال این رو مادرها بهتر میدونن، میتونن درک بکنن. اینکه آدم یه دونه دختر داشته باشه، البته 3 تا پسر دارم، عروسی 2 تاشون رو دیده بودم و یه دختر، اینکه حالا دخترم هم دور بود و تونستم توی عروسش باشم، فوق العاده خوشحال بودم. از یک طرف هم دوست داشتم برادرش و پدرش هم باشن، که خب با وضعیت ویزاهای آمریکا قطعا میدونستم و با این قضیه کنار اومدم. من تو خودم خیلی خوشحال بودم از اینکه خودم رو رسوندم. رسوندی خودت دیگه، زیبا. سلامانی. خب سوال بعدی، گلی جون ازش بپرس ابتدای مهاجرت شما حالشون چطور بود، چون دختر منم این تصمیمو داره، خیلی نگرانم. اینم یه سوال پرتکرار دیگه بود. اینم تکرار زیاد بود. حقیقت من زمانی که گلناز اومد تابستون بود، یعنی آخر توی شهریور ماه بود و من باید 1 ماه بعدش میرفتم سر کار. تقریبا 10-20 روزی رو ناراحت بودم، تنهایی گریه میکردم، اما نه در جمع. خواهر زنگ میزدن، برادر زنگ میزدن، سعی میکردن اصلا عنوان نکنن. منتها خودم با این قضیه دیگه بعد از 20-25 روز کنار اومدم که من خودم راضی شدم اینقدر دور باشه. بهش گفتم اروپا نه، اونجایی که ته دنیاست میتونی بری، من اونجا رو دوست دارم.
و دیگه با خودم کنار اومدم که نه، بهترین کارو کرده و باید بهش احترام بذارم. این بود که دیگه با این قضیه کنار اومدم. بعدن هم که رفتم سر کار خب سرگرم بودم دیگه، اما دلتنگ میشدم ولی خودم رو ناراحت نمیکردم. دلتنگ میشدی به من نمیگفتی دیگه؟ نگفته بوده در طول این همه سالا نمیتونستم بگم مادر تو قربت بودی. نوشته از داشتن داماد آمریکایی چه حسی دارن؟ اینم یکی دیگه از پرتکرار در این سوالا بود. حالا خود فرد اینجا بودش یه جوابی به مامانم داد. از جوابم استفاده نکن، جواب خودتو بگو. واقعا وقتی فکر میکنم میبینم که خب شاید اگر گلناز رو توی ایران مونده بود و اونجا ازدواج میکرد، حالا نمیدونم تا چه حدی و چه کسی کنارش قرار میگرفت، ولی از این که با یه فرد غریب مثلا خیلی دورتر و از یه فرهنگ دیگه ازدواج کرد و چون اومده بودم یک بار برد رو دیده بودم قبل از اینکه حالا ازدواج بکنن و واقعا روز اولی که دیدمش خیلی دوستش داشتم، از این خیلی راضی بودم، خیلی خوشحال شدم از اینکه میخوان ازدواج بکنن. خوشحال شدی؟ خیلی. آب اگه میخوای بخوری آب تو بخور. خب بریم سوال بعدی. فکرشو میکرد یه روزی بیاد آمریکا، اونم خونه دخترش؟ قطعا روزی که عازم شد برای رفتن به هر حال میدونستم، ولی بعد از که درسش تموم بشه مثل همه اون خانواده هایی که حالا دورا دور میشنیدیم بچه هاشون رفتن، خب پدر و مادر رفتن سر زدن، بله، ولی اینکه بیام و این مدت من حقیقت بعد از بار قبل که اومدم خب خیلی راضی بودم و یه 3-4 ماه هم موندم، ولی برای ازدواجش اصلا قطعا تصمیم گرفتم که خب من میرم دیگه، حالا 2 نفرن خونه داماد، نمیشه زیاد مون، باید فکر کنم 10-20 روزه برگردم، ولی الان که اومدم دوست ندارم برم و منتها کاری پیش اومده که ناچارم برگردم دیگه. اشکال نداره، حالا دوباره میای، موهاتم خراب کردم. بله فکر نمی کردم واقعا و الان خیلی خوشحالم از این که پیششم و دوستشم بیشتر از اینا بمونم. دوباره میاریمش. خب بریم سوال بعدی. سوال بعدی اینه که از اینو بپرسم، چقدر برای مامانت سخته کنار اومدن تو محیط آمریکا و فرهنگ و زبانشون؟ کلا حوصله‌اش سر میره نمیره، چه کار میکنی؟ قطعا چون زبان بلد نیستم سخت هست، منتها من با خودشون بیرون میرم و کار خاصی هم ندارم. اگر خودم به تنهایی میخواستم جای دیگه زندگی کنم و بیام به اینا سر بزنم، بله خرید کردن و رفت آمد سخت میشدم، چون با اینا هستم نه هیچ مشکلی ندارم خدا رو شکر، تا ببینیم بعدن چی میشه. مامانم من خودش رو سرگرم میکنه، حوصله‌اش سر نمیره، ولی حالا اگه بابام بیاد، بابام که بیاد احتمالاً اونجا مشخص میشه که حوصله‌اش سر میره. آره چون مامانا خودشون یه کار پیدا میکنن انجام میدن. تو خونه سرگرمی زیاده دیگه. خب نوشته که بپرس از چه چیزایی منت کرده به هر دلیل که الان نظرش عوض شده. توی ایران تو دوران راهنمایی دبیرستان که هیچی، اما وقتی دانشگاه رفت من فقط از اینکه دیر بیاد خونه منش میکردم، میگفتم سر موقع بیا، یعنی میری دانشگاه، تایمش رو ساعتاش رو میدونستم، ساعت میزدم، گفته بودم که دیگه هوا تاریک میشه سعی کن بیرون نباشی برگردی. من چیز خاصی برای من کردن نداشتم، فقط اینکه دوست نداشتم دیر بیام تو خونه. آره دیگه تاریکی رو کلا مامانا با تاریکی مشکل داره، من نمیدونم چرا، به خصوص الان دیگه مامانا بنده خدا هر لحظه نگرانم. سوال اینم تقریبا یه ذره پرتکرار بود، حالا مدل متفاوت. دوست داره گلی برگرده ایران؟ مطلقا دوست ندارم برگرده ایران، چون خودم طالب این بودم که دور بشه از ایران برای موفقیت خودش. نه تحت شرایط ایران نمیخواد برگرده ایران. خب سوال بعدی، لحظه‌ای که از همه بیشتر به هم افتخار کردی کی بود و برای چی؟ لحظه ای بود که دانشگاه قبول شد. اون موقع خیلی افتخار کردم به خودم که دانشگاه سراسری ابتدا. دانشگاه سراسری قبول شده و واقعا به خودم بالیدم از اینکه تونستم، حالا در قبل شاید مدرسه، شاید
محیط آموزشی که راهنمای دبیرستان داشت برسه به این موفقیت. و بعد از این که دیگه سال اول رو گذروند و فکر میکنم همون ماهای اول سال بود، خودش اومد به من گفتش که مامان، یکی از دوستای مشاورای دانشگاه گفته که بچه های فیزیک خیلی راحت میتونن برن، همه سال سوم که میشه اپلای میکنن میرن از ایران. اون موقع بود که من این جرقه توی ذهنم اومد که خدا کنه دختر منم بره. از همون موقع بود که بهش افتخار کردم برای اومدن و خودش هم دنبال کرد تا نتیجه نهایی رو گرفت. حالا من این که میگه رو یکی از بچه‌هایی بوده که اون موقعی که ما تازه رفته بودیم فکر کنم اورینت ثبت نام کنیم، آره اسمش هم میدونم کی بود، بهم گفتش، یادم بود بهمون گفته بودن، ولی من اصلا یادم نیست همچین حرفی رو دیگه مثل که گفتم ولی تو ذهن مامانم مونده. بعد سوال بعدی اینه که وقتی تصمیم گرفتی بری آمریکا اولین فکری که کرد چی بود، چه حسی داشت؟ که این تقریبا همیشه همون سوال قبلی که جواب داد. بی‌نهایت خوشحال. آره بعد اینم خیلی سوال پرتکراری بود، نوشته به مامانهایی که مخالف رفتن دخترشون هستن چی میگن، تجربهشون چی بوده از دیدگاه قبل و بعد رفتن، کلا یه نصیحتی بکنیم مامانا رو ول کنن که بچه‌ها برن. همه منتظر اینن که مامانا سخنم با اون ماماناییه که قطعا دلواپس دخترشون هستن، اما میخوام بهشون از همینجا بگم موندن توی ایران دلواپسی داره و مطمئنن خارج شدن از ایران هیچ دلواپسی نداره. من بار قبل که اومدم حدود 17-18 تا از دخترهایی که با گلناز حالا هم دانشگاهی و دوست بودن و میرفتیم میمدیم همه رو دیدم، دیدم واقعا دخترهای موفقی هستن و توصیه میکنم به همه مامانا که اجازه بدیم بچه هاتون دور بشن، دور بشن، شاید که نه قطعا براشون خیلی بهتر خواهد بود تا موندن توی ایران. اونجا پس استرس داره، اینجا نداره؟ اینجا نداره، اینجا واقعا غربت رو، دوری رو، دلتنگی رو داره و اونجا کلن استرس رو داره. اونجا دلتنگی با استرس خیلی فرق میکنه. دلتنگ میشی میتونی خودت رو آروم کنی، ولی استرس هر لحظه واقعا مغز رو از بین میبره. خب بذار میخوام ببینم این سواله رو بپرسم. نوشته وقتی گلی و برد همخونه شدن قبل ازدواج نظر فامیلای فضول آزارتون نداد؟ احساس خودتون چی بود؟ من و خانوادهش کلن میدونستیم چون گفته بودم به، اما لزومی ندیدم به خواهر برادر و اقوام بگم، هیچ لزومی نداشت. اینم سعی میکرد عکسایی رو نذاره که حالا اونهایی که میتونستن، البته نمیتونستن ببینم، و اونهایی که حالا بودن و یکی دو نفری میدیدن هیچ وقت بهشون اجازه دخالت رو ندادم و فکر میکنم لزومی هم نداره که بچه هم حالا خواهر برادر و اونهایی که بچه های خواهر برادر یا اونهایی که کنار هستن بدونن دختری داره اونجا چه کار میکنه. وقتی این ور خبر ازش ندارن لزومی نداره اون ورم بدونن دیگه. این بود که من هیچ وقت نگفتم و قطعا هم اگر میگفتم بله مخالفت میکردم که خوشبختانه نبود چنین چیزی. خب ولی بعدش دیگه، بعد از این که حالا من اینستاگرام پیج پابلیک دارم، خب دیگه بعد از اون مشخص شد عکس ها رو میدیدن ولی نمیدونستن هم خونه ای که دیگه چرا مشخص بود دیگه، مثلا من دیگه تو اینستاگرام هم مشخص بودش که دیگه هستیم و با هم، ولی اون موقع دیگه اون موقعی بودش که یه بار فکر کنم اومدیم ایران که بعد من بلا فاصله به اقوام اعلام کردم که گلنا داره نامزد میکنه. از همون موقع اعلام کردن که دارم چون برد رو دیدم، شما هم که بودین و منم برد راضی بودم دیگه، از پیش دستی کرده گفتم ما داریم نامزد میکنیم. خب داماد آمریکایی یا ایرانی؟ اینم یه سوالی بود توی لایف که رفتیم، چقدر همه میپرسیدن اینو، این سوال تکراریه. یه دونه جواب داری حس به داماد خارجی؟ همه بر خود ستایه نباشه میگم که، یعنی نخوام حالا ایران رو زیر سوال ببرم ولی میگم خارجی بهتره. چون با یکی از دوستانم که اون بار اومده بودم و یه هفته پیششون بودم، همسرش آمریکایی بود، اصلا رفتار اون، حالا من هنوز گلناز کلن فقط همخونه بود با برد، قرار بود همخونه بشه، با آناهید همخونه بودی، من وقتی با دوستم صحبت کردم وقتی از خصوصیت اینها گفت دیدم نه واقعا خیلی خوبه، این بود که راضی بودم، قطعا ترجیح میدادم خارجی باشه تا ایرانی. مامانم تولد ملی رو رد کرد، اینجا تولد ملی ارجحیت پیدا نکرد.
خب نمیشه 15 سال پیش فکر میکردی دخترت به اینجا برسه؟ سوال پرسیده. 15 سال پیش میشه دقیقاً اول دانشگاه. بله میگم مثلا گفتم خدمتتون از همون اولش که اومد و اولا که چون رفته بود دانشگاه و سراسریم بود پیش خودم فکر میکردم خدا کنه بتونه بره. بعد که خودش اومد اعلام کرد که یکی از دوستان این گونه گفته که میتونیم بریم، همیشه منتظر بودم که این خبر به حقیقت بپیونده. بله آماده کرده بودم خودم رو. آماده کرده بودی؟ آره. باش. خب نوشته که از مامانت بپرس آیا دوست دارید بمونید کشور غریب یا بیاید ایران، یا اینکه زبان دامانتون بلد نیستید. اینم می‌خواسته بدونم. من ترجیح میدم ایران باشم، اما دوست دارم بیام و برگردم، بیام پیششون یه مدتی بمونم مجددا برگردم. خب ایران رو دوست دارم چون اولا که وطنمه، بعد خواهر برادر اقوام بچه ها هستن اونجا که ما همه نمیتونیم مهاجرت کنیم، در نتیجه ایران رو ترجیح میدم. و اینکه زبان دامادم رو بلد نیستم، حالا حتما نباید همزبون باشیم، خدا رو شکر اینقدر خوب هست که با رفتار و با نگاه ها همدیگر رو درک میکنیم. خیلی راضی هستم. آره با هم دیگه کلی قدم میزنن، برد دستشو میگیره. آره. خوبم با هم دیگه، نیاز نیست با هم صحبت کنن، اتفاقا اینجوری اختلاف هم کمتره. نوشته گلی وقتی دبستان راهنمایی بود خودش درساشو میخون، کلن چقدر نظارت داشتید یا بهش گوش زد میکردید؟ اینو براتون خودم نگفتم. گلناز دوران دبستانش تقریبا دیگه چهارم پنجم به بعد رو با خودم مدرسه بود، نه من زیاد به کارش و درساش هست، فقط میگفتم نوشتی دیکته نوشته بود میورد من نمره میدادم، کاری هم نمی کردم. خودم برای خودم دیکته می نوشتم. راهنمایی هم باز نه، من هیچ دخالتی نداشتم، خودش می خوند، خودش جواب می داد و همیشه موفق بود. دبیرستان هم همجور، البته من میگم از همکارا دوست آشنا گشتم، مدرسه رو خوب رو انتخاب کردم، ثبت نام کردم و خوشبختانه راضی بودم چون ما مسئولین مدرسه در تماس بودم، میدونستم خودش کارش رو انجام میده، نه من هیچ نظارتی مراقب بودم ولی نظارت درسی نمی کردم روی کارش. من کلا خودکفا بودم از همون کودکی، ولم میکردی که خودم هم غذا درست میکردم زندگی میکردم. نوشته که از چه چیز آمریکایی‌ها بیشتر خوشت میاد؟ اینم تو لایف پرسیده بودن جواب دادی. فرهنگ آمریکایی برعکس ایرانی‌ها من فکر میکنم خیلی خوبه. اینکه حالا یه سوالی رو هم کرده بودن که مامانتون چجوری حجابش رو برداشت، این رو کنار این جواب بدم. ببینین اینجا اصلا نگاهت نمی کنن، یعنی با فاصله از دور اگر بهت برسن از که با فاصله یه مقدار خودشون رو مسیرشون رو عوض می کنن، اصلا چشم تو چشم نمی شن، نمی گم بیادب، ولی اینکه رو در رو باهات قرار نمی گیرن. من اینکه حجابم رو برداشتم گفتم خب اصلا لزومی نداره، وقتی اینو نگاه نمی کنن من نصف از روسری بیرونه، حالا اون بقیه روسری، بقیه که زیر روسری هست چه ایرادی داره، بذار اونم بیرون باشه. و اینکه واقعا میبینم وقتی بیرون میرم اصلا کسی نیست که نگاه بکنه، برعکس ایران. این فرهنگشون رو دوست دارم که تو چشم کسی نگاه نمی کنن. بعد قوانین رانندگیشون واقعا با ما ایرانی ها فرق داره، همه جوره فرهنگشون با ما فرق داره و اون چیزایی که توی ایران به ما میگفتن و ما میشنیدیم واقعا زمین تا آسمون متفاوته فکر میکنم. خب من یه سوال رد کردم، من دیگه بعد از مامانم کامنت نمیذارم روی چیزای سوالایی که میپرسم، ولی یه سوال تکراری بودش اون رو رد کردم. یعنی سوالا رو که ما کلن رفتیم خوندیم دیدیم خیلیاش تکراریه، یه سریا رو انتخاب کردیم. ولی ببین آخه این مثلا نوشته که گلی گفته خانواده مقیدی هستین، دوست پسرها اینا سخت بود تو ایران، چطوری با پس مثلا با هم خونه شدن کنار اومدید و این حرفا، مثلا عکس میذاشته و فلان اینا، که اونم تقریبا جواب دادی دیگه. دیگه تو اون همه مشکلات مال ایرانه و بس. کلا خارج از ایران مثلا که اون مثلا که اون قوانین و قاعده ای که تو ایران کار میکنه خارج از ایران کار میکنه، میفهمن چگونه زندگی کنن. من این رو الان با دختری هم که اینجا هستن دارم میرم، واقعا میدونن که چجوری باید زندگی بکنن. خلاصه که پاتونو گذاشتید از ایران بیرون، قاعده ها فرق میکنه، هشت شب به بعد هم میتونید خونه نیاید، نیست کسی گیر بده بهتون. خب
دیگه این سواله رو خیلی ها اینم پرسیده بودن که اینم بپرسم ازت. نوشته این که روزای اول مهاجرت آیا افکار منفی میومد تو سرش که تلفن رو پاسخ نمیدادید یا چجوری خودش آروم میکرد، چقدر طول کشید که مثلا کنار بیاد؟ حالا اون زمانی که گلنز اومده بود خب مثل الان موبایل نبود که حالا بتونیم هر لحظه و هر آن با هم دیگه صحبت کنیم. هر از گاهی یه شب در میون، دو شب در میون که فرصت درسی بهش اجازه میداد، توی لپتاپ هم توی اسکایپ هم دیگر رو میدیدیم. نه زیاد اذیت نمیشدم خدا رو شکر، چون در هفته دو سه بار هم دیگر رو میدیدیم و صحبت میکردیم، سخت نمیگذشت. دو سه بار بود یا بیشتر بود؟ من اون اوائل خب فقط از اسکایپ میشد به ایران زنگ بزنی، یه چیز دیگه هم بود. بعدن هی بیشترش کردی. آره اون دیگه تا جایی که آشپزی هم می‌خواستی بکنی کلا باید می‌ذاشتم لپتاپ. آره. تو آشپزخونه و... ولی سختم بودش دیگه. آره. باید با لپتاپ مثلا اونجوری با تو گوشی نبود، مثل گوشی نبود. کم الان بود. خیلی خب راحت‌تر شده با کلی از این تکنولوژی‌ها. بعد دیگه این آخری رو می‌ذارم، نمی‌دونم میتونی جواب بدی. نمیشه دوست داشته برای گلناز قبل مهاجرت چیکار کنه که نکرده یا نتونسته انجام بده؟ نمیشه سایه‌تون هم مستطام و خوش باشید کنار هم. آخه متوجه نمیشم منظورشون از این که برای گلنز قبل مهاجرت چه. خب قطعا اگر اونجا مونده بود قبل از مهاجرت، به هر حالی که میخواست مهاجرت بکنه، قبلش من اون کارهایی که از دستم برمیمد اونجا که در حد توانی من و پدرش بود کردیم. حالا دیگه اون رو باید از خودش بپرسیم یا کم گذاشتیم نکردیم یا چیز دیگه. اینم جالب اومده، میگه که نو... حالا این که سوال پرسیده که نمیدونم چند تا خواهر برادر دارید و یا اونا که مامانم در طول صحبت جواب داد، اینو میخوای جواب بده؟ گلناز رو با چه ویژگی خیلی دوست داره؟ گلناز رو از این که با با برادراش فرق داره واقعا از نظر فکری، اون موقعی هم که توی ایران بود خودش بود، همیشه دوستاش خودش باشه، حرف خودش در واقع، نمیگم حرف خودش به کرسی بشینه، ولی اون چیزی رو که میخواست چیزایی بود که با قانون میخواست ازمون. مثلا من از بیرون میمدم، از سر کار میمدم، اعتراض میکرد این کار نکنین، اون میدونم واقعیته، من باش کنار میمدم. یه ویژگی خاصی که داشت این بود که همه چیز رو میفهمید. یه جوری من بالا بودم، یه جوری که اعتراض میکرد از اینکه حالا من چرا این رو تنها پیشی داداشاش میذارم، نباید بذارم، منو تنها نذار، منو اینجا نبر، منم به عقایدش احترام میذاشم. اون مال بچگی همه خواستش این بود که زیاد دوست نداشت توی تولد ها مهمونی ها باشه، همیشه سر درس بود، این یه ویژگی بود برای من. آره میپیچوندم دیگه، میخواستم منو ببرن مهمونی، من دوست داشتم برم، میخواستم درسامو بخونم که بیام اینجا بعد برم مهمونی. حالا میرم ولی حالا دیگه الان رسیدی به اون چی که میخواستی. فکر کنم اکثر سوالا رو، خب سوالا خیلی زیاد بود، سوالایی که ما لیست کرده بودیم، من رفتم با مامانم دوتایی نشستیم نگاه کردیم، کاش اون قسمتی هم که برد اومد نظر دادم ضبط میکردیم دیگه، اونا رو هم نگاه کردیم. چی گفت ازش پرسیدی؟ آره همین سوال داماد خارجی ایرانی بود. حالا بعداً با اونم یه ویدیو ضبط می‌کنیم. نمی‌دونم الان این ویدیو چقدر طولانی شده باشه، ممکنه خیلی طولانی شده باشه. مرسی ازتون که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که وقتتون رو گذاشتین برای من گلناز. امیدوارم که جذاب باشه براتون و به کارتون بیاد و به مامانا هم یه ذره یک حتما اجازه بدن مامانا ببینن. آره بذارید برای ماماناتون ببینن، بعد بدونن که خیلی نگران نباشن، بالاخره اینم یه پروسه‌ایه که به خاطر موفقیت بچه‌شون میتونن باهاش کنار بیان. حالا مامان منم میتونه مشاوره بده بهشون که راضیشون کنه. دقیقاً باید کنار بیان با این قضیه. بخوای خداحافظی کنی؟ همتون رو به خدا میسپارم. روز و شبتون بخیر. مراقب خودتون باشی. خدا نگهدار.